که اگر یه خانومی روی صندلی بشینه وقتی بلند شد تا وقتی گرمای اون نشستن اون خانم اونجا هست، یه مرد اگه اونجا بشینه مکروهه. حرام نیستا، مکروهه. ببینید اینقدر دقت کرده دین که حتی این مقدار هم تحریک صورت نگیره، تا وقتی گرمای او هست ننشینه یه مرد. مهدی تاج یعنی این آدم اینی گفته ورزشگاه های ما از نظر فیزیکی آمادگی ورود زنان رو ندارن. حالا ما متوجه نشدیم که یعنی فیزیک ورزشگاه های ما یه جوریه که زنان نمیتونن از درش رد بشن ولی مردان میتونن، یا فیزیک زنان جوریه که در ورزشگاه های ما آمادگی ورودشون رو نداره. یه حدث دیگه هم اینه که چون اکثر ورزشگاه های ما در زمان تاج ساخته شده، اینه که مصادیق تبرج توشون هست. یه وقتی دید سکوی تماشاگرها یه برجستگی فرو رفتگی های چیزی داره که آمادگی نشستن زنای ایرانی رو نداره، ولی اگه زنای ملت های دیگه برن آمادگی اونا رو داره. تاج نه این تاج نه اینا این تاج این این, این تاج موقع این حرف رو زد که هنوز جای نشستن زنای تماشاچی سوری تو همون ورزشگاه ها گرمه. فرمودن کراهت داره که انسان جای اون خانم بشینه مگر اینکه مدتی گذشته باشه و اون جای نشستنش سرد شده باشه. از قضا همون ورزشگاه موقع انتخابات و زمان تجلیل از فلانی و مراسم ترحیم بیساری هم آمادگی ورود زنا رو داره، هم زبونم لال آمادگی فجایع دیگه. برنامه‌های ورزشیشون هم با جاذبه سکسه. اینا همش در حالیه که ورزشگاه‌های این غربی‌های از خدا بیخبر به دلیل فیزیک مناسبی که داره، هم نظر فیزیکی هم شیمیایی آمادگی ورود زنا رو دست دسته داره. من هیچی به نظر شما برای اینکه آمادگی فیزیکی ورزشگاهامون بالا بره در زمینه فیزیک چیکار کنیم؟ الف ورزشگاهامون رو ببریم ورزشگاه ورزش کنن فیزیکشون آماده بشه. ب از این تاج برگردیم به این تاج، فیزیک ورزشگاه خودش آماده میشه. جیم زنای ایرانی رو دو ملیته کنیم، با اون یکی ملیتشون برن ورزشگاه که ورزشگاه آمادگی فیزیکیشو داره. دال من ورزشکار نیستم ولی فیزیک ورزشگاه رو دوست دارم. فیزیک چرا آخه؟